فیلم همسفر با نقش‌آفرینی بهروز وثوقی و گوگوش یکی از محبوب ترین فیلم های سینمای ایرانه که در سال 1354 ساخته شده. داستان راجب دختری به اسم عاطفه است که بعد از به هم خوردن ازدواجش از خونه پدری فرار میکنه. علی مأمور میشه تا در ازای دریافت پول اونو به تهران برگردونه، اما علاقه ای که علی و عاطفه در طول سفر به هم پیدا میکنن داستان زندگی این دو نفر رو برای همیشه تغییر میده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. میخوای آخر عمری بیفتی گوشه زندون؟ بله، خون را با خون میشورم، خون ریختن خون میریزم، خون کردن خون میکنم. مرگ تو تکه تکش. یکمی شربت قند بیاری. دیدی اون کار زنی چطور میآوره جونم؟ حالا چطور میانه مردم سر بلند کنم؟ غلام شیخ خان کلاهتو بالاتر بگذار، بالاتر بگذار، بالاتر بگذار، بالاتر بگذار. چی شده به من بگو؟ چی شده؟ چی نگو؟ برو بالا، زلیل مرده. تو برو، تو برو. ده چرا با این ساکی؟ چی شده؟ برو پایین ببینم. خدا محکم بده. تو بد چطوره؟ حد زده منو منزش میشه. بله چطوره؟ بچر بچر تو حالت چطوره؟ من حالم خوبه، من حالم خوبه. اون یکی هم حالش خوب بود، بعد گنده شر آمد دکتر. بله قربان. برو تو، برو تو، معاینش کن. بفرمایید. برو معاینش کن. برای من دکتر قلبم قربان. چه همون چیز هاست که قلب را خراب میکند. برو تو، از صحت و سقمش برای طلب بده. برو جلو. آقا جون آب خونش بخوریم جگرتون حال بیاد. بله. بیا. سلام. مامان آقا بخدا. چرخ ببینو. بچرخ. تو هم مشکوک. توی فیلم دزد سوم، ابی با بازی سعید راد راننده مینیبوسه و قصد داره با جمع کردن پول با زینت که منیژه بازیش میکنه ازدواج کنه. داستان فیلم راجب دو رقیب عشقیه که هر کدوم برای به دست آوردن زینت دست به کارهای خطرناکی میزنن. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چه نگاری، چه تنی، چه بدنی، چه سیمین زنه.
ممل آمریکایی جوونیه که آرزو داره به آمریکا بره، اما برای گرفتن ویزا نیاز به زامن داره. ممل ماشین زنی به اسم نسرین رو میدزده و دعوتنامه‌ای از آمریکا تو اون پیدا میکنه. ماشین رو به صاحبش پس میده و با اون دوست میشه. مادر نسرین زامن ممل میشه، اما بعد از مدتی میفهمه که زن مادر نسرین نبوده و زن خوشگذرونیه که به دنبال مرد هاست. بخشایی از فیلم ممل آمریکایی رو با هم تماشا میکنیم. زنده باشی سرکیز، حسابی افتاده تو رو درسی. وقتی جنسه رو گذاشیم تو ماشین ازم خواهش میکنه که برسونتم. مام از خدا خواسته همین که سوار بشین از خودم آخر بسری. آخ نبرمان مهم نیست ایبی یخ مکن وقتی دادم اجل داره بچه هر کارو گره میخوره. خدا کنه گره کور نخوره. این یکیتون رو عوض کنین آقای مهندس، سره که من هیچ وقت جوراب پام نمی کنم. جدا؟ پس چه پوست نازنی می دارید؟ از دم در بخونه رد نشین. سعی می کنم. آره بابا خطر داره. اینا رو کجا بذاریم؟ زنی بسن بریم. دیب اینجا، طرف هم اینجا، اون سه چهارتاش هم باشه مال گده ها. حالا دو تا سیگار چاق می کنم و می کشیم تا خستگیمون دره. مرسی هارال به مرسی. آخه میخود نیست حمال روزی صد تا چپق دود میکنن، انگار فیله حرکت نداره. چرا؟ اتفاقا باید برم منزل. اتفاقا منم میرم منزل. خیلی خوب، پس شما به کارتون برسیم منم به کارم. بازم متشکرم از پول و زحمتی که کشیدیم. خودت شما سی یو اگه یو هر اینا مهربون. فقط یادتون نره آهسته برانه، برای اینکه مردم بی احتیاط هن. یه وقتی بین صاف باشی شده بازم برانه. اوه مایا آقا یه بیلیت از من بخریم جون بچه تو، یه دونه بیلیت از من بخریم آقا با شما، یه دونه بیلیت از من بخریم. شما چرا خوش هست؟ توی فیلم در آخرین لحظه که تو سال 1352 ساخته شده، فرهاد و طاهر دوتا دوست و شریکن که با هم کاباره‌ای رو اداره میکنن. فرهاد به دختر خوش صدایی دل میبنده، اما طی اتفاقی توی سفر معلول میشه و از ترس اینکه نازی اون رو با معلولیت قبول نکنه بر نمیگرده. از طرفی طاهر به نازی علاقه مند شده، اما به علت علاقه نازی به فرهاد دوستش رو پیدا میکنه و به نازی بر میگردونه. بخشایی از فیلم در آخرین لحظه رو با هم تماشا میکنیم. چرا زدین کنار؟ با دست شما درد نکنه، سر شما درد نکنه. خب حالا چی میخواین؟ بابا چه بعدم؟ خب بفرمایید چه فرمایشی دارید؟ هیچی، ما داشتیم میرفتیم تیرون که بدبختانه ماشینمون خراب شد. خراب که چه عرض کنم، هوایی شد. نجارم بیابانی جه. اون ماشین مال شماست؟ آره. چرا رفته اون بالا؟ حالا از این آقا بپرسید. سلام دنده یکش خوب کار میکرد. میدونین آقا شوفرمون اومد چشجرونی کنه، ناغافل زب تو دنده هوا. چشمتون روز بعد نبینه، ماشینم این دیو تنوره کشید و پرواز کرد. خدایش بود که مثل آپولوی 13 دچار نحسی شد، ولی ما الان تو کره ماه بودیم. دروغم نمیگم. ببینم حالا از دست من چه کاری ساخته است؟ حالا اگه اظهار لطف کنین و ما رو برسونین تهرون خیلی ممنون میشه. خواهش میکنم بفرمایین، اتومبیل مال خودتون. مرسی آقا. سوارشین بچه‌ها. ای جناب آقا، ممکنه خواهش کنم که نمیشه با ماشینتون هتل دوش من رو بکسل کنیم ببرین تهرون؟ قربونتون برم الهی. خوبه باشه. بارا پیکارت راننده کپونی شکا پک به این شانس بیاد نرسیده برشون داشت رفت. ای بابا حالا من موندم و این بیابان کی میرد این همه را را پف بقر. مذارت میخوام خانم، ممکنه بپرسم شما با هم چه نسبتی داریم؟ دوستی. آها فهمیدم، دوست. دوست خیلی خوبه. شاعر فرموده دوست دوست نارها، انتظار و نارها. خب با دوستان کجا تشریف برده بودی؟ شما. صحیح، شما. شما شما کجا شما؟ رامسر. به به، منم که همونجا بودم. پس چطور اونجا ندیدمتون؟ شما سعادت نداشتید. باز جای شکرش باقیه که از همین نصف را موفق به زیارت نشدم. زیارت قبول. مرسی. بهش برسی اما نگی به کسی.
سنگ پای قزوین هم حریفی نمیشه. اجازه ایمام دست شماست، بفرمایید. رادیو چه ناسی جون، خودم دستمون بخون که صدا دست تا رادیو قشنگ تری. واقعا شما چقدر خوش باوری نام، جلوی شما خجالت میکشه. ایوا نه، نازی خانم ناز میکنه.